توی روزهای اخیر برخی از خبرگزاری‌های وابسته به حکومت تیترها و اخباری رو منتشر کردن که پدر مهسا امینی مقصر مرگ دخترشه و اون مانع عمل جراحی که قرار بوده روی دخترش انجام بشه شده و همین باعث شده که دخترش از دست بره و از دنیا بره. امجد امینی توی مصاحبه جدیدی که انجام داد درباره روز حادثه و اتفاقاتی که افتاد صحبت کرد و به شایعاتی که پشت سرش انجام میشه پاسخ دادش. با ما توی این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های امجد امینی رو میشنویم. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خوش اومدید. پدر مهسا در پاسخ به اینکه از وضعیت پزشکی او چطور مطلع شد و در بیمارستان و پزشکی قانونی به او چه چیزی گفته شد گفت: پسرم زمانی که با من تماس گرفت، من در هشگرد بودم و بلافاصله خودم رو به بیمارستان رسوندم. پزشکش رو پیدا کردم و به گفته پزشک و پرستاران مهسا دچار مرگ مغزی و ایست قلبی شده بود. به ما گفتن که یک سری از اعضای بدنش هنوز زنده است. ما امیدوار بودیم برگرده، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. حتی به من گفتن باید برای حفظ کلیه‌های مهسا دیالیز بشه. گفتم هر عمل و کاری برای حفظ جان دخترم میتونید انجام بدید و امضا هم کردم. طرح برخی ادعا مبنی بر اینکه من اجازه عمل مهسا رو ندادم کاملا دروغ بوده و صحت نداره، چرا که همه برگه ها رو امضا کردم اما فایده نکرد و دخترم رفت. پدر مرحوم مهسا امینی در بیان مطالبه خود از دستگاه های حاکمه گفت: انتظار خود و خانوادم فقط اینه که عاملان و اشخاصی که باعث فوت دخترم مهسا شدن در ملأ عام بازجویی بشن که چرا این کار رو کردم و به سزای عمل خودشون برسن تا خون دخترم پایمال نشه. امجد امینی پدر مهسا امینی در گفتگویی که با خبرگزاری تصمیم داشت در تشریح اتفاق پیش آمده در خصوص درگذشت فرزندش گفت: تا اونجایی که میدونم دخترم مقابل متروی شهید حقانی دستگیر شد و از اونجا او رو بردن، به طوری که به محض پیاده شدن از مترو او رو گرفتن و سوارش کردن. اون زمان مهسا و پسرم از ماموران خواهش کردند و گفتن ما بچه شهرستانیم، آدرس بلد نیستیم و پسرم اصرار میکنه که خواهر منو نبرید، اما اونا جوابی بهش نمیدن. امینی ادامه میده: هفته قبل شمال بودیم و از اونجا به تهران رفتیم. این گونه از ما پذیرایی شد. مانتوی دخترم مشکلی نداشت و حجابش پوشیده بود. امینی با اشاره به تماس‌های مسئولین کشور گفتش: مسئولین کشور قول پیگیری و بررسی علت فوت دخترم رو به من دادن. تا جایی که آیت الله رئیسی در تماس تلفنی که با خودم داشت گفت که موضوع به جد بررسی میشه و این قوت قلب و امیدی برای ما شد. او تاکید کرد کسانی که از موضوع مرگ مهسا دنبال سوء استفاده هستند هیچ ارتباطی با ما ندارند و ما نیز کاری به آنها نداریم. آنها دلسوز ما نیستند. آن چیزی که واقعیت داشته خودم در مصاحبه‌ام اعلام کردم. فقط درخواستمان بررسی علت مرگ دخترم و برخورد با بانیان این حادثه بوده و این تنها آرزویمون است. خب دوستان، این بودش صحبت‌های جدید پدر مهسا امینی و مصاحبه‌ای که با خبرگزاری تسنیم انجام داده. حتما نظراتتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا سپاس از لایک و کامنت و سابسکرایب هاتون روی ویدیوهامون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.